قسمت دوم از خلاصه کتاب زندگی نامه فروغ فرخزاد و نامه های چاپ نشده، نوشته فرزانه میلانی، از اساتید ویرجینیای آمریکا. چاپ اول 1395 شمسی، سپتامبر 2016. فریبا آدیوبوک تقدیم می کند. آن روز پنجشنبه 23 شهریور 1329 عقد کنان فروغ الزمان فرخزاد عراکی روز غریبی بود. باران شدیدی می بارید و هوا تیره و تار بود. برخلاف عقد کنان خواهر بزرگتر پوراندخت که فقط چند ماه پیش در همین خانه برپا شده بود، این مراسم ساده و کوتاه بود. در انتهای حیاط خبری از دیگهای چندمنی و قابلمه‌های پر از غذا نبود. روی میزها قاب‌های بزرگ میوه و ظرف‌های پر از آجیل و تنقلات نچیده بودند. میهمانان که به بزرگترهای فامیل، دوست و دوستان نزدیک عروس و داماد و چند همسایه محدود می شدند، فقط برای صرف میوه و شیرینی دعوت شده بودند. از ارکستر خبری نبود. بوی اسفند و کندور فضا را پر نکرده بود. نه چراغانی بود و نه رقص و پایکوبی. برای صرف جویی در هزینه ها، عروس مو و صورتش را خودش آراسته بود. حتی عکاس هم خبر نکرده بودند. قرار بود یکی از دوستان داماد عکس بگیرد که گرفت، ولی معلوم نیست چرا همه خراب شدند. عروس که در پیراهن آبی رنگ خواهرش پوران زیباتر شده بود، نمیدانست چرا انگشتر زمرد او را که برایش گشاده است به انگوش کرده و حالا در حراس است که مبادا از دستش بیفتد و گم شود. به مسائل مادی بی‌اعتنا بود و دعایش این بود که الهی خدا نسل هرچه اسکناس از روی زمین برداره. برایش قباله و مهر مفهومی نداشت. از همین رو به اصرارهای مادرش برای گرفتن شرایطی مشابه خواهرش توجهی نکرده بود. نه مهریه کلان می‌خواست و نه حق طلاق. معیارهای او در انتخاب همسر نه ثروت بود، نه شجر نامه خانوادگی. حتی در 16 سالگی با اطمینان می‌دانست که بزرگترین هدیه‌ای که همسرش می‌تواند به او بدهد، روح اوست، اخلاق اوست، نجابت و شرافت اوست، بلندی طبع و استقلال فکر اوست. می گفت می خواهم چه کنم؟ چه نفعی به حال من می تواند داشته باشد؟ یک قباله. من خودم را بالاتر و بزرگتر از این می دونم که به این چیزها خودم را دلخوش کنم و به این قیود پای بند باشم. با وجود مخالفت خانوادهش، اکنون فریفته پاکی و نجابت ذاتی و صداقت و راستگویی پرویز شاپور سر سفره عقد نشسته بود و از خوشی در پوست خود نمی گنجید. مثل تمام اوقاتی که خیلی شاد بود، لبها و چانش می لرزید. چشمهایش برق می زد. می دانست پرویز را دوست دارد و می خواهد عمری را در کنار او سپری کند. عشق را حلال همه که مشکلات و اختلاف سلیقه ها می پنداش. به همسرش و به آینده خودش در نقش همسر سخت امیدوار بود. عروس که 16 سال بیش نداشت، با خوشنودی و هیجان در برابر آینه و شمدان نشسته بود. ناراحت نبود که آنها هم متعلق به خواهرش بودند. سعادتش را در گروی مادیات و زرق و برق آینه و شمدان نگذاشته بود. فکر اینکه خوشبختی را می‌خواهند با یک آینه و شمدان و یک انگشتر که هیچگاه در زندگی به درد من نمی‌خورد را و مرا مجبور و فقط مجبور کنند که این زینت و تجملات را از آنها استفاده کنند، من خودم را با آنها معاوضه نخواهم کرد. من هرگز نمیتوانم قبول کنم که ممکن است به وسیله یک آینه و شمدان گران قیمت بر خوشبختی و سعادت یا قدر و قیمت دختری افزود.
فروغ در انتظار ورود داماد دقیقه شماری می کرد. ناگهان نگاهش به مادر داماد افتاد که دختر خاله مادرش بود. در گوشه‌ای کس کرده بود و سرحال به نظر نمی رسید. می دانست مریم زرابی شاپور با این ازدواج مخالف است. چند لحظه پیش شنیده بود که به مادر سیروس بهمن همسر پوران می گفت کاشکی عروس ما هم به زیبایی عروس شما بود. قبلا شنیده بود وقتی مریم با خبر می شود که پسرش قصد ازدواج با دختر همسایه را دارد غش می کند و پسرش را که به هشدارهای مادر توجه نکرده نفرین می کند. فروغ چشمان درشت و زیبایش را به آینه دوخت تا شاید برادر بزرگش امیر مسعود را پیدا کند. ولی از او نشانی نبود. کسی نمی دانست و هنوز هم نمی داند چرا در مراسم عقد کنان خواهرش شرکت نکرده بود. از روزی که ازدواج فروغ قطعی شده بود سخت عصبی به نظر می رسید و بالاخره هم آن روز خانه را ترک کرد و تا دیر وقت باز نگشت. سرانجام ساعت 4 بار نواخت. خطبه عقد خوانده شد. فروغ بله را گفت و همانطور که خود خواسته بود با پرویز شاپور ازدواج کرد. مادر عروس مغموم و آشفته به نظر می رسید. او هم با این ازدواج مخالف بود و فقط بعد از اصرار و اعتصاب قضا و تهدیدهای گوناگون فروغ به این وصلت رضایت داده بود. در آینه زیبای سفره عقد نگاهی به دخترش انداخت و جوانی آسیب پذیر و آسیب دیده خود را در چهره تابناک او دید. هیچ دلش نمی خواست او مثل خودش زود ازدواج کند و عشق دوران نوجوانی را تنها معیار گزینش همسر قرار دهد. به تجربه می دانست که عشق و عاشقی تاریخ مصرف دارد و الزاماً پایدار نیست. زندگی به او آموخته بود که عشق آن هم در نوجوانی نه سقفی بر سر، نه قضا در دیگ و نه پوشاک بر تن می شود. آرزو داشت دخترش به تحصیلاتش ادامه می داد، کار می کرد و درآمد مستقلی می داشت. از این گذشته داماد درست مثل شوهر خودش 11 سال از دخترش بزرگتر بود و وضع مالی نابسامانی داشت. از همه بدتر چند لحظه پیش خبر ناگواری شنیده بود و هرچه کوشش می کرد خود را شادمان نشان دهد موفق نمی شد. صحنه پردازی در قاموسش نبود. چهرش همچون زبان و چشمش نمی توانست به آسانی دروغ بگوید. بیقرار بود و دلش می خواست هرچه زودتر میهمانان پس از صرف شیرینی و میوه خانهش را ترک کنند. پدرخوانده عزیزش محمود خان، همان مرد نازنینی که از هر پدری با او مهربانتر بود، همزمان با مراسم عقد کنان در بیمارستان سینا این جهان را در تنهایی ترک کرده بود. توران نمی‌خواست دیگران به ویژه عروس و داماد از آن واقعه مطلع شوند، ولی حال و حوصله مهمان نوازی و خوش و بش با این و آن را هم نداشت. زهرا خانوم مادر توران که آغوش گرم و پذیرنده اش پناهگاه تنها دختر و 7 نوه اش بود در گوشه و کنار خانه میلولید و از کار این جهان پر از رنگ و نیرنگ سخت در حیرت بود. او که میان عروسی و سوگواری، میان ابراز تهنیت و تسلیت معلق بود، چادر سفید گلدارش را با انگشتان چروکیده و لاغرش محکم نگه داشته بود. گویی می‌خواست افکار مخشوش و پریشانش را زیر آن پوشش پنهان کند یا دست کم در آن دژ امن و آشنا پناهی، مفری یا پاسخی برای کارهای این چرخ گردون سنگدل خودسر بیابد. حیران به عروس جوان می نگریست که هرچند به خاطر سرسختی و لجبازی هایش به او لقب دختره چش سفید داده بود
ولی از جان و دل دوستش می داشت. با چشمانی اشک‌آلود به یاد روزی در 16 سال پیش افتاد که درست مثل امروز آمیزه از شادی و غم بود. در آن روز زمستانی شنبه 8 دی ماه 1313 فرزند یگانه و دختر ناز پروردهش توران در غیاب همسر نوزاد زیبایی را که فروغ الزمان نامیدن به دنیا آورده بود. در آن روز دامادش در زندان بود و پس از 1 سال آن هم با دوندگی های توران که دست به دامان همه شده و حتی در فرستادن تلگراف به رضا شاه کوتاهی نکرده بود از حبس آزاد شد و سرانجام توانست فرزند سومش را در آغوش بگیرد. شناسنامه فروغ به شماره 678 حدود 8 ماه پس از تولدش در تاریخ 3 شهریور 1314 در حوزه 5 شهر تهران صادر شد. شگفت اینکه این شناسنامه هرگز باطل نشد. پایان قسمت 2